بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی همسران جوان و همچنین عزیزانی که در آستانه تصمیم سترگ و بزرگ ازدواج و همسری هستند بحثی رو در ده قسمت هر قسمت کوتاه خدمتون تقدیم میکنم با عنوان عمومی تحکیم خانواده در بخش اول از این بحث تحکیم خانواده در این قسمت به مفهوم زوجیت به عنوان ماده خلقت و هستی اشاره می کنم. در قرآن کریم در مفهوم زوجیت آیات مختلفی آمده است که در بخشی از این آیات و پاره ای از این آیات به مفهوم زوجیت در نظام هستی اشاره شده در سوره مبارکه شعرا آیه هفت میفرماید اولم یرو ال الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم آیا نمی نگرند به زمین گسترده خداوند که چگونه از هر چیز به صورت زوج زوج و دو به دو رویانده این مفهوم زوجیت یک سر و یک رمز و راز شاید سر به مهر در عالم هستی است و تقدیر الهی این گونه بوده است که اجزاء در این عالم به صورت زوج زوج و دو به دو با یکدیگر ظاهر شوند و باقی بمانند در هیته دوم در ساحت انسانی نیز همین گونه است در سوره زمر از جمله میفرماید خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها شما را از یک نفس واحده و از یک وجود تک و فرد آفرید و سپس زوج و همراهی بر این نفس واحده قرار داد پس هستی از رمز راز زوجیت طبعیت می کند و انسان نیز بر اساس زوجیت خلقت الهی یافته است تا اینجا مشخص می شود که مفهوم زوج از مفاهیم مقدر الهی در خلقت و در آفرینش و هستی است و اما در درآمد و پیشنهاده بحثمان در تحکیم خانواده به فلسفه و چرایی ازدواج اشاره میکنیم آیه ای که در قرآن به خوبی فلسفه و چرایی ازدواج رو بیان کرده آیه 21 سوره مبارکه روم هست و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ترجمه آیه این است که از آیات و نشانه ها و بینات الهی این است که از جنس خود شما برای شما ازواج و همراهانی آفرید که به یکدیگر سکون و آرامش بیابید و این جعل سکون و آرامش در قالب خلقت زوجیت از آیات و نشانههایی است برای مردمانی که اهل فکر و اندیشه هستند به این ترتیب ما فلسفه و چرایی ازدواج رو در سکون آرامش و مودت میان زوجین میتونیم ارزیابی کنیم جالب است بدانید که در معنی مودت گفته شده است که عبارت است از مهربانی در حد بی نهایت و بلا شرط تبادل مهر در حالتی بلا شرط بدون گروگانگیری و بدون شرط و شروط گذاری گاهی اوقات من خوبی می کنم در حق کسی بدان امید و انتظار که او هم لاقل مثل همان خوبی را اگر بیشتر به من باز پس بدهد خب این یک معامله و داد و ستد است اشکالی هم ندارد در عالم مراودات انسانی داد و ستدها طبیعی است <تصفح> اما در مقام مهر ورزی عمیق انسانی به خصوص در مقام همسری اگر مهر و مهربانی به گروگان کشی و داد و ستت بخواهد تبدیل بشود آرام آرام اون نرمی و لطافت ارتباط تبدیل می شود به, نوع، نوعی معامله گری یعنی تا تو انجام ندهی من اقدام به کاری نمی کنم تا تو کاری برای من پیش نیاوری من قدمی نزد تو پیش نمیگذارم و این داد و ستد اون لطافت و نرمی تعامل زوجیت رو از حیز انتفاع خودش ساقط میکنه مودت از ریشه ود یعنی مهر بلا شرط همان گونه که سعدی میگوید شرط مودت ها نباشد که به اندیشه جان سر از مهر جانان برتافتن مشغول عشق جانان گر عاشقی است صادق در روز تیرباران باید که سر نخارد در این قسمت خلاصه می کنم سخن رو که به بهترین شکلی در این آیه از سوره روم بیان شده که جعل بینکم مبدتا و رحمه فلسفه و چرایی ازدواج برخورداری زوجین از مودت و رحمت بر پایه سکون و آرامش است برخی تصور میکنند ما ازدواج میکنیم که تکثیر نسل کنیم خب جزء نتایج قهری و طبیعی و طبعی ازدواج از جمله تکثیر نسل است فرزندآوری است که بسیار هم مهم است اما این گفتن ندارد این یک امر طبیعی است خب تمام موجودات و جنبندگان در عالم بگونه ای در, آموزش در آمیزش زوجیتی تکثیر نسل میکنند، تولید مثل میکنن این فضیلتی نیست که ما بخواهیم برای ازدواج بشماریم کما اینکه در این آیه هم به چنین نکته ای اشاره نشده است چون جزء امور قهری و طبعی ازدواج است آنچه که مایه قفلت مزدوجین است که در این آیه بدان اشعار و اشاره شده است این است که باید بر بستر سکون مودت و رحمت رو در ازدواج سایه گستر کرد مودت یعنی مهر بلا شرط رحمت یعنی گستردگی مهر مهربانی دلپذیری و شادمانهی بسیار سپاس گذارم از توجه و عنایتی که کردید